بخش از کاری که ما میخوایم بکنیم و میشه چیز انگلستان به نام تینک تانک میگن. اگر تینک تانک جایی که داشته ایده ها بیرون شوند. دل را با دل را حیث درین گنبد سپیر از روی کینه کینه خیزن از روی میر میر. سلام مجدد به تمام عزیزانی که در این مجلس نشستند. از معرفی گذاشتن خیلی جان عزیز معرفی کردن. ما هم یک افغان هستیم، فرزند زمین جغرافی هستیم که پدران ما رکمایی کردن. ما خوشبختانه روی تصادف یا روی یک واقعیت بودیم که دو حادثه که بسیار غم‌انگیز بود در جامعه ما در یک روز تجلیل شد. افتخاری که بعد از سالهای متوالی دانستیم که یک فرزند اصیل جغرافی خود که مردی که به شهادت میرسد جنازه‌اش باید به فامیلش هدیه کنه. ولی آنقدر انسان‌های پس در قدرت بودن که همین جسد هم به فامیلش عطا نکردن. ولی روز رسید که فرزندان همون جغرافی هم جسد فرزند جامعه خود کمایی میکنند و احترامانه دفن میکنند. امی انجمن افتخار بسیار بزرگ کمایی کرد که به افتخار عظمی حادثه که رخ داده بود، افتخاری که کمایی کردن فاتحه میگیره و ما با مراسم فاتحه اشتراک کردیم. آقای کلکانی شاید بسیاری کسا در باره بسیار معلومات داشته باشه و من کم معلومات داره در باره از این. ولی قدر گفتم میدانم که پدر کلان من یکی از یاران دوره حکومتش بود. خیلی گفتم میدانم. و من یک سیست یادداشت ها از زندگی از او با او داشتیم. و بعد از اینکه محفل فاتحه ناتمام بود چون پروگرام دیگه بود در بخارا ما از اونجا رفتیم در اونجا. در لندن انجمن است به نام یک افغان. این کل ما یک افغان است. به نمایندگی از وحدت و انقلاب و اتحاد همه مسائل بود. آقای کرزی آمد در اون جلسه اشتراک میکرد. ما اطلاعی کافی قبلا نداشتیم. فقط یک روز پیشترش برای ما آصف خورمی گفت که آقای کرزی فردا داشتیم میره در اونجا. خبر داریم آقای کرزی. با وجودی که دو هفته پیشتر از این در بخارا در اون تعمیر گذشتیش ما جلسه داشتیم. آقای برکی و آقای باوری و بعضی دوستای دیگه شیشته بود. آقای تان شیشته بود. آقای دایمی شیشته بود. یک دوست دیگه ما شیشته بود. این موضوع رو گفتم ولی اونا نگفتن که آقای کرزی تشریف داره. گفتن که ما سر از انجمن گرم بزنیم. به هر صورت خلاصه میکنیم در اونجا که آمدن هر کدام ما چوکات داریم به صفت مداحان. در تاریخ هم بعضی کسایی داریم به صفت مداحان که مهر مداحی میکنن. و به اعتداد دوستا استر مداحی کردن تشریف آوری کرزی خیر مقدم گفتن و از یادداشت‌های زندگی 13 سالش تاریخ بسیار زیاد کرده. برای ما غیر قابل قبول بود. کسی که اقتصاد کشور را برهم زد. کسی که فرهنگ جامعه را زیر پای کرد. کسی وطنیت ملی جامعه را زیر پای کرد. کسی که نفاق ملی را در جامعه ایجاد کرد. از این مردم تعریف می‌کنه. خب ما هم به صفت یک کسی که در مجلس اشتراک کرده بودم دست خود را بالا کردم. ولی زمینه سوال کردن برای ما ایجاد نشد. ما هم از جای خود خیستم و رفتم در جایی که پایین شده بود نشسته بود. برش گفتم که آقای کرزی ما طفلای مدرسه یا مکتب نبودیم. که آمده باشه اینجا دوستا سخنرانی که ما هم بشنیم و زنگ زده شد ما پس بریم. خلاص ما هم سوالایی داریم. میدن سوالایی دارم بکنیم. اون تو خیلی شما پس دستش تشتی بکنیم مسائل. اینا پس در استیج رفتن و ما شون تشکری کردن که شما پیشنهاد ما را پذیرفتید در اینجا آمدید. یک سوال گفتم برای شما می کنم که شما در طول 13 سال طالب و برادرتان گفتید و طالب قاتل مردم افغانستان است. آیا شما برادر قاتلین مردم افغانستان هستید و یا نه؟ خب دو سه سوال دیگه شما نمی‌کنیم چون زیادی زمان نشه. اگر اسنادش برآمد کدام کسی لطف کرد که انداختن بازور که دوستان بیره. او هم پیرامون از این موضوعات یک سلسله مسائل ارائه کرد که اصلا زاویه کاری از او سر از این نبود که آیا همین موضوع را مطرح کنه. برای سر جنگ های کابل کتاب تو تاس که از
سکوت موزیم داخل تاست که از سر سکوت تعمیر وزارت دفاع ملی کشور دالمان تحبس کرد که اینجا های ترکایی شدن. خب وصل سوال نیست که پاسخ دارد. ما فقط یک پاسخ ازش کار داشتیم. که تو پیلا نام برادر قاتلین مردم افغانستان هستی و یا نیستی. با او ادعا که ما برادرم هست. برادرم بود. برادرم هست. بعد وقتی که در خداحافظی آمد سر میزه که ما چیشته بودیم دست خود داد قاطعه سر از قاطعتت بایین شد. با مفهوم بزید که برای مختار میدی. ما تو که خیلی ممکن است. که تو ما یک سفر است که ما تو اشتباه میگیم. بعد گفتم همین موضوع را گفتم که وقتی که زیر سازمان یک افغان و سر ائتلاف و وحدت صحبت میکنی اونجا هم یک پادشاهی که سالها از ایجاد کس نمیگردد داری پادشاهش بود. از این جمعیتی که در این شیشه چند نفر در اون شرکت کرده وقتی که ما زیر نام یک افغان صحبت میکنیم و وحدت صحبت میکنیم آن اینجا معلوم میشه. او پیشنهاد از این کرد که سر ملا مادمر ما ذهنیت کسی را تخریش نمیکنیم. او اگر پادشاه میگه چون وقتی که برادر که پادشاه میگه. او اگر رئیس جمهور میگه چون برادر میگه رئیس جمهور هم او ذوق شخصی از اوست. ولی ما با ذوق شخصیت به تعرض نمیکنیم. خب پادشاه میگه پادشاه بود. رئیس جمهور میگه رئیس جمهور بود. این ذوق تو ذوق من نیست. پادشاه من نبوده. پادشاه من اگر میبود ما در مقابلش در طول حاکمیتش نمیجنگیم. پس پادشاه من نبود. این ذوق تو بگو. ولی ما تعرض نمیکنیم با ذوق تو. به خاطر اینکه هر کس استقلال داره در کلام. ما تعرض نمیکنیم. ولی هویت تو را بخوام بفهمم که تو چی هویت داری. گفتم فاتحه از ما آدم در کابل گرفته شد. آدم فاتحهش گرفته شد. اینجا گرفته شد. فاتحه شد. رو دفن شد. ما تو بیاریم دفن کنیم. چون سوای قبلی که بود از هر طرف سر صدا زیاد بود و همونجا یک کس صدا میکرد که این کسایی دیگه قتل کرد. یار چرا نمیگی چطور است؟ یک کسی آدم نمیتونه که را جمع کنه. تمام مسائل دیپلماتیک دیگه آدم صحبت کنه. و ما برایش همین موضوع رو گفتیم. در دفنش. چیزی که ما غیر قابل یاد شده بود از یک از بعض حافظه ما دیدم از مجید سربلند بود که ما برش میگفتم این شماست که یک افغانتان از محلی که تولد شده از ولایت و از شهری که تولد شده شما نگذاشتید که دفن شود. مجید سربلند یک قندوری بود بارکزی است. شما رفاه قومی در داخلتان داشتید که آقای بارکزی چون برادر تو حکمران قندار بود و تو حکمران کابل بودی نگذاشتید که قندار بود دفن شود زیر نام چی که تو پرچمی یا این ترکویستی. انسانی که میمونن همه چیزش کتیش میرن. گذشتهایش تاریخ ثبت میکنن. در تو. ولی برای یک احترام برای یک مرده باید احترام کنید. بگذار با فامیلش دفن شد. بگذار که فامیلش لا حقت تسر شد. اگر فامیلش میپادیش تو حق نداری. ولی شما بودید برای از اجازه آده. نیشه هستی چون قوم بارزه با کوپانسه در اونجا این نفاق دارن از او خاطر نپذیر در اونجا. ولی او از آن قصه ایمت ابو لحظت درسته. طالب هیچ وقت، رهبر طالب ملا مادمر هیچ وقت در افغانستان پادشاه نبوده. اگر او پادشاه می بود، جغرافی افغانستان در برابر از او قطعه قطعه نمی جنگید. دیروز هم نبوده، او را می بودن امیر است. ولی طالب می داند که پادشاه هم بگوید، امیر هم بگوید. ولی مردم افغانستان رو نه امیر بکنه که نه پادشاه بکنه. زندگی از یا در قومگرایی نهفته است. برای من یه لازم نیست ما بوده. ولی من میخواهیم برای زینا تقدیم کنیم که از قومگرایی بیرون برایم. در پارلمان هم بعض از دوستا و عزیزای ما هستن که دیروز اصلا نمیشناسن دریشی و نکتایی چی است. ولی امروز دریشی و نکتایی میپوشن. میارن در اونجا. نمیفهمن که مفهوم نکتایی حتی چی است. نکتایی برای که اجازه را نمیدن. که تو او همیشه میگه نقطه مرکزیش نگاه کن. سر تا پایین که نقطه مرکزی شد. نگاه کن. یعنی چی؟ این سر تا به گریبانت. ولی واقعا در اونجا دادهای آن چیز میبرن که به سر بخش نیم برای جامعه ما. برای مردم ما. اگر هی تشکل قومی را میداشتیم ما این جغرافیه را نمیداشتیم. ولی ما نداشتیم دیگرست. این سفربری ها یک از پادشاه های گذشته صورت گرفته این لشکرکشی های تمام مردم افغانستان بازی شده داده. نه یک قوم بازی شده داده. تا این جغرافیه کمایی شده. خب بعضی کلمات دیگه همه اینجا بزیر نمی کنن.
مسکونه امروزی از کریم جان عزیز بسیار زیاد تشکر میکنم که این زمینه را مساعد ساخت که دردهای جامعه و از آن مردم جامعه برسد و اینا بود ابتکاری که کریم جان در اینجا کردن که همین اکثریت جوانای با شخصیت و با عزت کمایی کردن که اینجا آوردن از جا این مسئولیت از اینا هم است که مغزها را در مغزهای دیگر انتقال بدن با خود همین دفع نکنن حقیقتها را همیشه با مردمتان شریک بسازید با مردمتان بگوید قندس سقوط قندس تصادف نیست سقوط قندس عمدن است اگر ما سر هلمند میره هلمند بازار تجارتی است او پاکستان است این کار را میکنه چون بازار تجارتش در اونجا است تمام مدنیت تو را چی امریکا است و چی پاکستان است او غنیمت میبره او مربوط از او است و کسایی که از عزیز ما که در اونجا در اون پرده برآمدن دفاع کردن که از آقای کرزی شخصیت میگیرید کدام شخصیت رو میگیرید کدام شخصیت رو میگیرید در یادداشتی که تو دادی $10,000 دادی خانه که در زندگی میکنی 85 میلیون دلار است 80 این پول است به کجا کردی کی به این پول داده تو یک شخصیت ملیستی $1.5 million ماهانه ماش گرفتی کدام خانم برای تو ماش میده یک رئیس جمهوری که از قدرت خلق میشه کدام قانون برای تو اجازه داره که $1.5 million تو ماش میگی و تو بیایی درجه میگی من از یکی وکلای قندار شریفانه دوستانه افتخارانه میگم که واقعا حقیقت گفت آقای کرزی ما برای پیشنهاد میکنم خواهش میکنم یعنی وات میکنم که از این سیاستای ناراهایی که روان هستی از این بگذر این به درد جامعه نمیخواد و نفرین میکنم برای او وکیل قاچاق بر مواد مخدره و مواد الکلی و موتره دیگه که آقای لاله است و او پشتیبانی از او میکنم او کسی که بعد از او لقب شخصیت ملی را داده من اصلا نمیفهمم سنتی که در رویش به او توهین کرد آقای مرستیال است چطور شخصیت ملی میباشد یک آدمی که نفاق ملی را در دامن کشور نطفه گذاری کرده یک آدمی که قاتلین مردم افغانستان رهایی داده از زندان ها و تقویه کرده بنیاد طالبان را او چطور شخصیت ملی شده میتونه در جامعه آقای مرستیال در اشتباه پی رو برد جامعه را به بیرو نکشند تو بودی که در رادیوها گریه میکردی که در کمپاین به نفع کرزی کمپاین کردی ولی قدرت نداری گریه که در سبت تلویزیون ها هسته امروز چطور میگه شخصیت ملی است اگر اون شخصیت ملی بود چرا تو از دیرادش گریه میکردی و زیاد عزیزان رو وقت شنه میگیرم بسیار زیاد تشکر میکنم اگر کدام چیزی از ما مانده باشه باز دوستا اگر سوال داشته باشه من برایشون سوالشون جواب کنم بسیار زیاد تشکر از توفیق ما ترتیب کردیم از طرف کنون من ابتدای لحظه یعنی سازمان های بسیار کنون ها چریتی ها نمیش باره که ترستی بورد می داشته باشه فعلا 5-6 نفر رسمی به چریتی کمیشن رو معرفی کردیم هر کسی که علاقه داره دوستای کدوم چیز پست امتیازی نیست یک خدمت است یعنی در حقیقت هر کسی که وقت داره می خواهی کار بکنه 6 ماه یک ماه با ما تماس بگیره ما در پست رسمی بگیره به شرط از این وقت داشته باشه کار بکنه من یک تر دوستان که فعلا فعال هستن اونا رو میخوایم پیش بیان آقای تمکین، آقای آریایی، آقای جاوید، آقای کروش اینا فعلا اصلا دو سه نفرشان نامدن اینا فعلا در امروی ما هستن امروی ما نیستن، ما یک جا هستیم با ما هستم بخش دکتر کسای دیگه هستم که بایسلا کار میکنند در بخش های حقوقی جنا آمدن مثلا آقای سکندری که جمرود میبینند دخترشان نگیرنجان در بخش های حقوقی هم روی بانکاری میکنند و چند تعداد این خانم ها هستم خانم آرزو در بخش های خانم ها مشکل بینا ما رفر میکنیم اگر اینا شما میشناسید بخصوص جوان ها بچه هایی که وقت دارن یک مدت آقای شیرزای همراه شیرجان حدیث هاشون همکاری میکنن ولی با تاسف کار یافتن کار که نیافتن رو باشن تبریکی میخوانیم ولی تاثیر ولی بازم ولی زیاد وقت داریم دوستا که هر کدام 6 ماه یک بیان و یک سال کار بکنن بسیار کار میکنن هم برش سی بیشون خوب است و هم یک چی هست
دامی فمیسو از انرژی دو بی پکار داره هر کار را تنظیم کردن خدمت کردن در پولی از خود دعوا کنم من مرمو بسو کف کلان بود که باید پیسه پیدا کنیم خانه پیدا کنیم موتر پیدا کنیم مول تقریبا مشکلات ما اکثر ما در حد حل کردیم یا دولت داده یا خودمو گرفتیم ولی یک بخش دیگه است در پولی کارهایی که میکنیم یکم که برای خلق الله کار بکنیم یک لذت دیگه داره یک کیفیت دیگه داره دیگه میدونستم جوانایی که وقت دارن و همکاری بکنن ما از دوستایی که یک تقریبا برای مصطفی ترتیب کردن ما به مدیر از دوستا بخوام مرکز کانال سکندری سبب اشون خواهش بکنم که به آقای قاطع توفیق و شکر که داریم یک تقدیم نامه است از طرف کانون اکلامش تقدیم نامه این که به بساط شجاعت نا داده میشه و یک چیزی که ما داشتیم چیزی که اینا همه دوستا کنون تصمیم گرفتیم در اینجا آره هر چیز ما داریم موبایل هم داریم نگاه داریم ما یک چیز چند سال پیش وجود داریم وقتی طالبا مرسمان ما یک کتولی رو پیدا کردیم یک نمونی رو پیدا کردیم برای ما جور کرد یه میره توفیق قرار دادیم مثل دیگه گسکار دیگه داره بخاطر از اینکه سیمبولیک هست یکی در کسای سیاه کلای سیاه کار این رو از بین بردن ولی مردم ما 2000 سال این رو نگاه کرده بود ما کسایی که جا آمدیم کسایی که همعقیده ما هستن پاسدار هستن پاسدار فرهنگ از این کشور ارزش‌های کشور هویت از این کشور ما این نگاه کردیم یک تعداد از بین بردن با دیدن از این ما میشه باید ببینیم که دشمن ماست مادرش در گوارش برای شیخ سخن بود. مادر برای ما هم داده بود. رسالت وطن، حفاظت وطن، حفاظت ارزش های خون شهدای وطن یکی از انسانیت های هر فرد در جامعه. و ما با پاس ازمون همین گفته ها رو گفتیم برسیدم. ولی بازم که شما سپاس از کریم جان عزیز، از کانون محترمشان، عزیزت رفعیشان، جان سپاس از سکندری سر. و بندت کردید و ما دیگه کردید بسیار زیاد تشکر تمام شما هستم تشکر میکنید ما به خدمت یک کریم جان گفت کریم جان گفت که طبقه و ناس کمرنگ است در اینجا ما یک اشاره برای دوستان بگویم که در جامعه ما یک خانم است به نام خانم بانوی اول کشور کشوری که آنقدر بانوهای با ظریف با شجاعت وطن پرست با ایمان با وجدان دارد که ما به اجنبی ضرورت نداریم وقتی یک اجنبی وقتی یک اجنبی بانوی اول کشور میشه این توهین است و نسل طبقه و ناس جامعه این بزرگترین توهین است و نمیدانند که بعض خانم ها با جرات بیا بشینه بخاطر اینکه بانوی کشور ما یک اجنبی است اونا میگه ما چی رسالت داشتیم همین تمام ارزش های جامعه وابستگی با ما داشته ولی کسایی که در قدرت هستن حیف از اینکه اونا سر قدرت هستن و همین ارزش مادری ما را طبقه و نافذن ما را از ما گرفته و یک خارجی را آورده و اصلا از نسل ما نیست، از دین ما نیست، از مذهب ما نیست، از فرهنگ ما نیست، زاده کشور جغرافیای ما نیست، او را بانی حال کشور ما ساخته. سید حکیم یک سنت شکستان، یک قهرمانی کرد. اهداف اساسی خود رساندن. نسل است که دیگر تسلیم مقام نخواهد شد، تسلیم چوکی نخواهد شد، در مقابل معاملگرا استاد خواهد شدن و بیرق ما را و آزادی ما را نصیب ما خواهد شد. امیدوار هستیم که جوانای آینده افغانستان مسیر راه انجینر حکیم ادامه بدن و برای ما افتخار بیافتند.